خیلی قشنگه. مامان میدونی چیه؟ نمرم توی کلاس از همه بهتر شد. خانممونم به بچه ها گفت که باید برای من دست بزنن. جدی؟ بله. آفرین عزیزم. مامان، خانممون در مورد شما به بچه ها یه چیزایی گفت. بگو ببینم از من چی گفت. اینکه شما خیلی مشهوری، کارای خیلی بزرگی میکنی. منم خیلی احساس غرور کردم. خیلی خوب، باشه، تو هم نقاشی تو بکش، منم کارم رو تموم کنم. باشه؟ باشه. ماهین، خسته نمیشی؟ کل روز کار میکنی، یا کار خونه یا کار بیرون. نه زحمت نکش بهی، من واقعا خوبم. آخه تو این سن کم این همه مسئولیت قبول کردی. دخترم یکم حواست به خودت باشه، یکم هم مراقب شوهرت باش. اگه چشمت بهش نباشه سر و گوشش می جنبه. حالا بریم غذا تو بخور، بعدش هم یه ماساژ عالی بهت میدم که خستگیات در بره. شما غذاتونو بخورین، من بعدا میخورم. تو خیلی لجبازی. بریم، منم میام. اشعر پسرم، تویی؟ سلام. سلام، حالت چطوره؟ خیلی خوبم، شما خوبین؟ خدا رو شکر خوبم. مریم الان بیداره؟ آره تو اتاقشه بیداره، میخوای ببینیش؟ ممنون. برم به ماهین بگم، خیلی خوشحال میشه. ماهین چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ بگو ببینم. اون اشعر اومده. اشعر الان اومده؟ گفته بود آخر هفته میاد. رفته تو اتاق مریم. باشه بهی، ببینم شام چی پختی، شاید غذا نخورده باشه. دخترم اصلا نگران غذا نباش، همه رو ردیف میکنم. تو زود به خودت برس و بیا. حاضر شدن برای شوهر ثواب داره عزیزم. باشه بهی، تو برو غذا رو بیار، منم یکم به خودم برسم و زود میام. بدو دختر، اصلا حواست به خودت نیست. از کادوت خوشت اومد؟ خیلی زیاد، ولی بیشتر از اون از اومدن شما خوشحالم. خیلی یادتون میافتم، خیلی دلم براتون تنگ میشد. منم خیلی یادت بودم، ببخشید که یکم دیر رسیدم. بابا چرا پیش ما نیستی؟ دخترم، پیش هم بودن که فقط معنیش این نیست توی خونه باشیم. پیش هم بودن معنیش اینه که تو دل هم دیگه باشیم. تو دل منی، منم تو دل تو. بابا میدونی چی؟ امروز خانممون جلوی همه بچه ها از مامان تعریف کرد. جدی؟ حالا چی گفت؟ همین که یه زن خیلی قویه، همه بچه هم براش دست زدن. خیلی خوبه. باشه بازی تو بکن، منم برمیگردم. باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت شما به ما روحیه میده.